باشه باشه باشو باشه چیه؟ زول صده بده این پشت دست بازگیر کردیم بفهمید چی به چیه. تا یکی دو ساعت دیگه سالم تحویلتون میدم. فکر شما نی به این کار درستی در به در باشی؟ آقای اسماعیل چه یه راه پیدا نمی کنی خلاص شه این بس؟ هر کاری یه راهی داره، راهش که پیدا شد خلاص میشه. یعنی بدهیتون از کل این دم و دستگاه بیشتره؟ تکلیف طلبتون همین روزا معلوم میکنم. چیز زیادی ها دست ندیدین، هرچی هم دادین بیشترش رو گرفتین. این کارگاه با یه خروار دم و دستگاه زیر دستتون توش دارین جلو میدین، باقیش هم دیگه دخلی بهتون نداره. زیادی باقش بازی در نر، چیزی آیدت نمیشه. نمیخواست که تو کار شما دخالت کنه. منظورش این منظور شرچی بود. شما واقعا بنده یه بری. اگه تو سوبینا رو تحویل ندیم اوبری حساب جلو خاک کور رفته، میفهمی؟ دو نفر دیگه مجانی که نمیان، دستمزد میخوام. چی میگی؟ نمیشن. میگم دو نفر دیگه مجانی که نمیان. بله شما رو آبا جو چطور شد؟ آبا جو گرفتن چلو شد. آب جوش بیارم؟ نمیخواد آجی، این بیخوابیه رست صدامو کشیده. رسته نخور آبا مجید، یه استراتی به خودتو گوشه آمدی ردیف میشی. تو رو با این ضربه ایرام کم داریم، ما چند تا دیگه بگیریم. درنو ببندم یا باز بذارم. آقا سهراب با شما اومد. ناراحت نشو، شما که اینو میشنستی، یه کمی شوخیاش گل درشته. کی شوخی کردن؟ آقا مجید شوخی کردن به اول فصل. بابا من اصلا نصف زندگیم تریپم شوخی بوده، شما که میدونی واسه چی به دل میگیری؟ ای بابا سهراب
آقا اجازه محض تنبیه همه شما دیگه نخون صدا تشکشه باشه. یعنی که آقا مجید من اصلا از خدام 24 صدای شد تو مغز من باشه میدونی؟ من برای اینکه آدم هم کنی دارم اینجوری بهت میگم. اصلا من یه پیشنهادی دارم، بعد اینکه سفارش رو تحویل دادی ما پولمون رو با هم جمع میکنیم، یعنی من و سهراب پولمون رو با هم جمع میکنیم، آلمان رو توی میدیم بیرون میدنیم تو بازار. ها نظرته؟ حیف این صدای مشنیز حیف و میل من گوجشه. آقا مجید کجی داری میری؟ دارم میرم نهار بگیرم بابا. بابا من خودم میگیرم، اگه من مردم که شغل نهار بگیری. داداش نترس، ما وقتی حرف میزنیم تا آخرش با حرفمون هست. آقا مجید قضیه آلبوم رو جدی گفتم، حد نظر داشته باش. گفتم داره میره که بپیچه. چه این توی نگاه میکنی؟ بابا من همه دغدغه و فشار رو، خب یه چیزی گفتم دیگه سورا. بعد میخواد واسه من آدم بیاره. تو راست میگی، حواست تو جمع کن، همینایی که داری از دست نده. الو سلام خاله گل باب، چیزی شده؟ الان؟ باشه شما فقط معطلش کن تا من برسم، یه 10-20 دقیقه دیگه. نه الان راه میافتم. خاله گل بار نذاری بره. باشه اومدم. خدافظ. باشه مرجعت برگشته. ای گندش بزنن. الان چه وقت پیدا شدن بود؟ نمیدونم. تو نمیخواد بیای یا؟ فقط دوها کن تا میرسم اونجا، اونا هنوز اونجا باشه. به چه حد یه طول میکشه برگردی؟ نظرم. نمیدونم بابا چی این تو الان من میپرسی تو این شرایط. گوجه خیلی عقبی. مجیدو چیکارش کنی؟ داستان داریم حالا باش. اگه حرفاتو تو دلت نگه داری به زبون نیاری این اتفاق نمیفته. باشه من برم. خبرها رو زود برسم سورا. چرا آقا مجید؟ چونه برزم آقا مجید؟ گفتم قبل نهار دم کنم که بعدش علافش اگه شما لب به لب نهار چایی میخوری گفتم زود بجام من که سهراب چی په؟ سهراب که چایی خور نیست نهار رو میگه نهارم واسهش گذاشتم دیگه اون یه قاشق نصف تونه مایی رو میگی؟ همینم نصفش رو نمیخوره کجا سود شدین یه بار؟ سود که نشد، چیز شد؟ اینجای نهاش نشد که آدم خوشگو رقیه سهراب این خانواده دوستاست شدید الان یه خانواده فوری فوتی پیش اومده که الان پیگیر اونه تو این یکی دو روزه هم گفتش که میخواد داره شهرستون اسمش هم چیز بود میگفت دامغانی هم آره دیگه حافظم تعطیل شده خلاصه اینکه پشیمونش کردم بره پیششون نمیخواستم تحویل این سفارش عقب بیفته والله ان شاء الله تو این یکی دو روزه کارش درست میشه ایشالله سیاه آقا مجید چایی رو نگفتی الان میخوری یا بعدن؟ بعدن خودم میریزم
خواست جمع کن بریم اون شب شد دوبه خوشی این راه اندازیم. زنگ میزنم به باشه زود میاد. خدا روشن فتاد شد مگه؟ اومد بیرون نمیرم پوشمونه ماشین قرمزم نمیره چرا؟ ببین آروم برو خب؟ آروم برو ماشین قرمزم رد رو بیرون سبا شد بانتی گست رو بخانه چون برش برو بچه بیرون باز بده برو شبش رسید ماشین رو جاش بذار که درست فشار دستو کنترل کن این ترک نخوره. اینجوری؟ آه. آخ کلا. بچه خوش دستی هستی. ببین آقا مرتضی هم چه میگه خوش دستی خیلی مهمه. رو من بچه با استعدادی ام. فقط یه نمه تشویق میخوام. درست فرض کنی وقتی کار جدا نشه. یاد گرفتم ردیف ردیف نگاه. سلام سهراب. بس سلام آقا سهراب. قول بخیر این طرفا. شرمنده دیگه یه کار ضروری بود. ضروری خانوادگی بود. بله اصلا اگه خانوادگی نبود که نمیرفتم تو این وضعیت. حالا اوضاع کار چطوره؟ کیفیت بالا سرعت عالی دلنگران نباش آقا من چایی واسط بیارم؟ بذار شمین 5 دقیقه پیش بردی دیگه بس همینا رو بذارم اونجا بردم سر حال شده؟ درم در اومد بابا از دار دارم اینجورش دلداراست میشه حفظتی حفظتی چیه؟ رجب چه خبر؟ هیچ شما از دور تا حالا همه خیابونای تهران گشته از جهنمی بگی رفته الا پیش شهرون تهران با چی جرخی؟ چه میدونم اصلا معلومی چی کار میکنه از اون مغزه هم یاد فرک میگه چی مغزه چی نکنه ساقی ماقیه بعید میدونم تو آخرین مغازه کوچولو دادیداد کرد و بعد هم اومد بیرون اوه یک چی دیگه باید گمش کرد این معاملک نکنه فهمی گفتی عقبش نه بابا تو شلوغ خیابونا گمش کرد آقا هاشم بیا آقا حاجی بشو بیا اینجا میگی بلد شدم بیا ببین یکی در میگه اینا همشون داغونه کدوم آقا حاجی بیا بگم کدوم الان دستم بنده اومدم چرا آقا حاجی؟ تمام اینا همش داغونه آقا حاجی من این سه تا اولیه رو زدم اینا رو خودت زدی همشون شاید من بعد 10 سال کار دوتا پرچ نمیتونم بزنم اینا کار توی دیگه ببین بچه روبرای هستی ها ولی تو یه بچه لحظات یه کارهایی میکنم دیرش میخواد دخل تو بیاره ببین دیگه یه اینه پرچه دیگه داداش این آخه دیگه چه کاری داره یکی اصلا پرچ نزدی داری دسته من فیاده فکر کنم اینا خرابه شما وقتی داری کار میکنی یک کلمه میگو آقا این اینجا رو من بلد نیستم من نوکر تماستم یادت میدم دیگه قربونت برم هاشم جون بگو چشم ببخشی من می نویسم هاشم از دیگه از این میاد همه یه هیجه میزنم وسطش شما یه میلنس اصلا لازمه شما چیزی بزنی من از 100 متری نگاه کنم میفهمم کدوم کسی بزنی خوش داشتم خوش مزه تا جیبی سلام شما هم وسط گرفتم خصوصا بعد خبری نشو؟ نه نفس خور نداریم که همه سر کاریم تو برو کارگاه من زود میام من اینجا بشنم کشیک میدم اینا رجب که پیداش میشه شیم میریم ما بابا باشم میخوام بشینم بشو برو دیگه برو یه دوری بزن من میخوام کشیک بدم هفتم واسه 2 سال غذا گرفتم پشت مردم اومد باشو ببینم
چه خدایی عجب چیز نوبی ها خلکو پرم ریخته باشی خدایی شانس بوری میرم تینجا گیرمون اومد اونی که این اینجا گذاشت خشن میدونست ما قراره 24 میخشیم تو زمین مردم شکمسیر هم برداره بس یه هم چیزای خفا خوفی میدونن تو اشغالی یاد باشه یه برای کارگاه داشت استفاده کنم آجی اصلا جنسش خیلی خفایی ها که هرچی میفهمید اخ نمیگه اوش نشست دیگه اومد مگه تو شق ترامپولی اینه که اینجوری روش مرچه بوچه میکنه یه سلام خودت چه جایی هم خوش کرده برای خیابون اساسش هم هر شو برده سر چهار راه باله من یه نه برای که انتظاره بی خود منتظر نباشید رجب امرو نمیام بکه دیشب باز دیدم خزیده یه گوشه داره با گوشی پچ با پچ میکنه گمونم اون برای خش شعبون بود بعدش که تموم شد این ابوالفضل کشید کنار یه بادی هم انداخته بود تو قبقبش مگه نه گفت دو سه روزی باس بری کرج واسه یه کاری حالا کارش چه کوفتیه خدا عالمه خلاصه اومدم بهت بگم که چشم راست نباشیم رو نمیاد ای بابا ای بابا ای بابا نکن واسه منو مگر رجب دست منه خب خسته شدم خاله گل بابا دیگه واقعا خسته شدم بالاخره این شعبون جلنبر پیداش میشه خستگی از جونت میاد بیرون خب این بالاخره که میگی کیه همه عمرمو که نمیتونم علافش وایسم این همه سال سیریش من شدی چند سبا دیگه هم روش برو دنبال زندگیت خبرت میکنم بچه زود زدی به این اون زنبیر رو برده ببینم دیوونم کردی تو امروز نیم کیلو انگور دادم خوردی دیگه مواظب گردن بچه‌ام با تو اما پدر من تو مادر ما بود میخوام من هر چهار نرچین هم واسه جمع با یه فلان خانون چکا کنم جواب بیدم آخه بیا آخه بدن نکن هاشم چیکار میکنم الو سلام بلو یعنی چیز الو سلام خوبی الان جون بله منم خوبم دل منم خیلی تنگ شده بود دل هاشم همینطور طوری شده؟ آه فردا؟ بله خوبه باشه 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 میبینم خدا آه؟ هاشیه یعنی چی گفت؟ چی گفت یه کار مهم داره فردا قرارشو ببینمش نه یه کار مهمش با کیه؟ نه حتی یه اشاره کوچیکم نکرد؟ نه هاشم حتی یه اشاره کوچیکم نکرد هاشم کارت زاره واسه شما با؟ وقتی یه نفر به زنگ میزنه این واسه ببینه ولی نبیه کارش چیه یعنی خبر بعد شاید همون یه نفر کارش مفصله پشت تلفن نمیتونه بگی باید حضوری ببینه تا یه بدتر گوجه کار مفصله که نتونه پشت تلفن بگی دیگه خیلی بدتره چی داره کجا میدونی؟ اطلاعات دارم اینو ای صندلی کو ای چی صندلی رو بود خلاصه که همه شما آب شدن ریختن رو کیک مهمونام گذاشتن رفتن دماخری با هزار تا مصیبت همین چهار تا عکس ازش گرفتم سرت خانوم من عاشق این خنده هاشم باز خوب اینجا بالاخره لبخند زده اونم از صدقه سر آرزوه انقدر براش دلقک بازی در آورد تا بهار نیشش باشه از آرزو خیلی خوشش میاد قیرتی خانم میخواد فقط با اون بپره خیلی عوض شده بعضی وقتا فکر میکنم اصلا نمیشناسمش آخندان هم میگفت میگفت بچه ها زود به زود عوض میشن آرزو رو میگه خیلی حساس شده با بچگیاش فرق کرده به خصوص این روزا آخه این روزا حالش اصلا خوب نیست فکر میکنه که تو ازش دلخوری سر همون قضیه باباش که فهم من نمیخواستم کمک آرزو رو قبول کنم به خودشم گفتم به خدا هیچی بین من آرزو نیست سلام خانم من سیر تا پیاز شما دوتا رو میدونم این هم میدونم که اگه چیزی بوده الان دیگه نیست البته درستش هم همینه سهراب جان خجالت نکش من یه روزی مادرت بودم ولی الان مسئله اینه که این دختر سر این داستان از دست پدرش خیلی عصبانیه همین هفته پیش یه جوری با هم دعواشون شد در حد چالداران میگه باباش با این کار باعث شده که تو کوچیک بشی باعث کوچیک شدن آرزو هم شده البته بهش حق میدم و حمید کار درستی نکرد خلاصه که از لج باباش زده به سیم آخر یه کلاسای کنکور هم نمیره
صبح تا شب نشسته گوشه اتاقش، حالا درس میخونه یا نه رو نمیدونم. خبر نداشتم. من و باباک خیلی باهاش حرف زدیم، گفتیم که تو از آدمو کینه به دل نمیگیری، ولی هیچی به هیچی. سهراب جان بیا برو با آرزو حرف بزن و بهش بگو ازش دلخور نیستی تا برگرده به زندگی عادیش. یکم دیگه کنکوره، اگه همینجوری ادامه بده این یه سال زحمت که کشیده به باد میره. یعنی شما فکر میکنین اینجوری درست میشه؟ امیدوارم، یعنی تنها رایی که به عقل من رسیده همین بود. چشم، اگه شما فکر میکنین اینطوری درست میشه باش حرف بزن. قربونت برم، خیلی لطف بزرگی میکنی به هم. پس برو همین الان باش حرف بزن، تو ماشین منتظرت. تو کدوم ماشین؟ با ماشین من اومدیم اونجاست. الان برم؟ آره. خواستم شما رو ناراحت کنم. یعنی الان که الان خانم حرفا رو زد راستش خیلی تعجب کردم. اصلا فکرشم نمی‌کردم. فکرشم نمی‌کردی بتونی زندگیمو به هم بریزی. آره. من فکر یه چیزایی رو نمی‌کردم. باورم نمی‌شد تو حرفای بابام بذاری به پای من. عمرم باورم نمی‌شد. آخه مگه من چیکار کرده بودم؟ من که فازم کمک بود. بازم کارت را بیفته. تا کجا میدونستم بابام میفهمه و داستان میشه. فکر من بهش گفتم، من هیچی بهش نگفتم، خودش فهمید. تقصیر من بود که فهمید؟ ها؟ تقصیر شما نبود. من قبل اینکه این ماجرا پیش بیاد تصمیم گرفته بودم که دیگه مزاحم شما نشم. به خودت هم گفتم. ببخشید پای تلفن اونجوری باهات حرف زدم. ولی خب خیال میکردم. خیال کردین اینطوری همه چی تموم میشه؟ چند وقت دیگه کنکور آرزو. این همه زحمت کشیدی کلاس ملاس رفتی، علی که خرابش نکن. اتفاقی نیفتاده که بخوای ناراحت بشی. باور کن من منزی سر سوزنم ازت دلخور نیست. کاروبار هم درست شد. فقط مونده کنکور که نمیدونم اونو کجای دلم بذارم. بقیه اوضاع ردیفه. بابام گفت بیخیالم چی تو هم شدی؟ به همین راحتی؟ همقدر برد مهم بودم؟ ببخشید شما الان؟ به من نگو شما. این غریبه، این غریبه. با این که خیلی دیر دیدمت، باهات غریبگی نمی کنم. از هرچی میگذرم به خاطرت، از خود گذشتگی نمی کنم. به انتها رسیده بودم و خیلی خیلی بدم میومد از خودم. چقدر به موقع اومدی رفیق، صدام زدی و عاشقت شدم. چقدر به موقع ماه صورتت به داد آسمون من رسید. خشکیده بودم خشخش برگام، به گوش باغبون من رسید. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی عادت کنم. از امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم. بده من بابا. الان همشون کی؟ یه قبل من نگو شما. این غریبه هم ببخشید اینجوری شده، تقصیر من بود.
چقدر به موقع ماه صورتت وداد آسمون من رسید، خشکیده بودم خشخش برگام به گوش باغبون من رسید. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی عادت کنم، از امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی عادت کنم، از امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم. تا تو نایی به کفارم به غفلت نخوریم. انده کارتون شد سورا؟ یه هفتش تو کارتون دیگه مونده. آیش تو که یه ساعت پیش گفتی هفتش تا کارت هم مونده. یه ساعت پیش گفتم ده دوازده تا مونده. چرا دیگه نمونده این باقا مجید؟ خیلی کم، یه نصف ظرف شد. تعویض ساعت چنده؟ با خواهی کن کفر هست ده یازده میشه مشکل نه. اما جون شما اصلا رو نداری رأس ده باز تحویل بیده. پشمش که دوباره به شما یادآور شم حاجی، ده سال تو این کار ده دوازده میشه تو این مملکت فرق نمیکنه. اومد جون حق با شماست دادم، ولی خاکپور همینجوریش هم خیلی اومد اعتماد نده. نمیخوایم من اکی بهونه بدیم دستش. وانتا چطور شو؟ وانتا هله باش صحبت کردم، فقط ساعت دقیقی بهش نگفتم. این گوشی من اینجاست، بعدا آقا توربت ذخیره کردم. بهش زنگ بزنیم این ساعت چند میگه. برو دیگه گاز بده، گازم بده کمره درد میگیره، برو دیگه. برو خودتو تو اون سکن جا کن، برو. نمیکنم. چرا؟ مزاحم ببینه صاحب رفتی واسه تو حلقه کارگاه تعطیل شر میشه برا. آجی شما اینجا الان مزاحم میبینی؟ بابا برو دیگه شب شد، برو. ای بابا برو 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 برو. بیا بیا بخوره من میگم، بیا 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 بیا. خوبه خسته از این روزگارم، خسته از این روزگارم، خسته ام من، خسته ام. حتی شما یک کمک بکنی بد نیستا؟ کمرم درد کنم. کمر تو قربون، مثل مرد با لطفا. سرا این یکیه اینجا چی کار میکنه؟ جناب آقای بهکتاش چی شو؟ شر شو؟ نگفتم شر میشه؟ ما آخه چه دروغی داریم به شما بگیم؟ به خدا که اسماعیل خبر نداریم، شما بگو یه جو. بابا آقای بهکتاش، ما اگه خبر داشتیم که اول نفر خودمون تحویلش میدادیم. ما خودمون ازش طلبکاریم. والا ما رو قبول نداره این همسایه، پرسی ما رو فروخته. من راست میگه آقا، بپرس ببین اصلا دم در اینا اسماعیل دیدن؟ تو مرغ جا نمیشه، دنبال آدم میگری؟ زبون درازی نکن پسر جون، همون اولم گفتم، درستم گفتم، شما مترسک باید خرمنشی. از اون جونورم خبر دارین، دارین که تو کارگاش داری ملق میزنی. ملق نمیزنی، دارین کار میکنی. همون کاری که به خاطرش خدمت شما هم رسیدیم، اما شما قبول نکردی پول بذاری وسط. اون موقع فکر کردیم ما از طرف آقا اسماعیل اومدیم، اشتباه خیال کردی. الان هم داری اشتباه میکنی آقا بکش. بگید اسماعیل کجاست یا یه طور دیگه برخورد کنم. میگم نمیدونیم کجاست، تو کتت بره دیگه. باشه اصلا هر کاری دلت میخواد بکن. حاجی کرباسیان میدونه تو مرکش قاچاق دارین کار میکنی؟ بابا اینجا که همینجوری درش تخته است، انا حاجی بدونه ندونه چه توفیری میکنه. اونش دیگه به خودش مربوطه.
ای حاجی چیکار میکنه؟ چیکار میکنه حاجی؟ دارم این زنگ میزنم به صاحب ملک احوالشو بپرسم. نزن جون مادرت نزن دیگه بابا. برو کنار آقا جون. یه دو دقیقه همون بده بعد هر کاری خواستی بکن. راحت‌تر باش. جون بچت نزن دیگه حاجی. یه دقیقه مامان چیکار دارین گوشی؟ بده من گوشی تو دست دادم. میدم حاجی میدم دیگه. یه دو دقیقه بس ما هم یه گفتمانی بکنیم بعد گوشی تقدیم میکنم. حاجی با این بگیر به بنده به هیچ جا نمیرسی. به والله اصلا ما اسماعیل خبر نداریم. ما واجه بگیرش هم نیستیم. با ما خودمونم طلبکاریم. اینی که میبینی قایمکی خودمون رو جا کردیم اینجا از زور بیمکانیه. ما دست جمعی زخ خورده اسماعیلی. اصلا شما راست میگی. ولی صاحب اینجا حق داره ببینه تو ملکشی میگذره. چاره ای نداشتیم. کجا میرفتیم؟ بعدم هاوکتا شما که خودت از خوبای روزگاری. خدا شاهده به جون مادرم که میخوام دنیاش نباشه. هم روز اولی که پاتو گوشه تو کارگاه اسماعیل من بهت ارادت داشتم. به مرامه، به مردونگی، به انسانیت. زبون نریز، ته حرفتو بزن. ته حرفم اینه که تو این هاگیر واگیر بیکاری که خودت مستظری، این دو الف بچه به زور یه کار پیدا کردن چات سفارش گرفتن. سعی تصفیه‌سازت با اسماعیل زندگیم بچه‌ها رو آتیش نزن. تو داری با سینا ریشگه رو می‌ذاری؟ مرد حسابی تو خود چرک جربی. هر ستاتون خلاف کردین. بده من گوشی رو. چقدر چغر شدی آقا وقتش. یه دو دقیقه تو حرفام دقیق شو. آقا الان زنگ بزنی آقا کرباسیان چی گیرت میاد؟ به قرآن هیچی. بابا این دوتا خیلی ماهن. نه اهل خلاف ملافن، نه رزی رو کشی. وایسادن دارن دو نفری گلیم خوش نهاب میکشن بیرون بلکه میتونن زرزیان اون اسماعیل فلون فلون شده که به این زده رو جبران کنن. اینجا هم نوندونیشونه هم خونهشونه. خدا شاهده نونبری تو مرام مردا و لوتیان نیست. شما که خیلی انسان بودی آقا وکتاش. گوشیمو بدوینم. لا اله الا الله. آقا وکتاش اون کارتونای دبوده رو دیدی؟ همش پره، پر جنسه. 10 روز بی خواب و خوراک جون کردیم تا اونا رو برسونیم سر موعدش. قبلش هم کلی جون کردیم تا سفارش ها رو گرفتیم. اونم از یه آدم اسم و رستاری عین شما که هیچ جوره زیر بار نمیرفت و دوتا بچه قلو قرار بذاره. ولی گذاشت. امروز قرار بود جواب زحماتمون رو بگیریم. بیا بزرگواری کن. بذار بریم اینا رو برسونیم به دستش جلوش رو سفید شیم. بعدش بدهی اسماعیل رو بنویس پای ما. خداییش؟ ما هم می نویسیم امضا می کنیم تا موقعی که داریم اینجا کار می کنیم چکایی که از سفارش ها می گیریم و می دیم به شما به جای بدهی اون. چی داری میگی سورا؟ اسماعیل فراریه. رو آدم فراری نمیشه حساب کرد. ولی ما حاضر و آماده وایسادیم جلوت. صاحب ملک رو خبر کنی کار ما تعطیل میشه. این کار تنها راهیه که ازش میتونی به طلبت برسی. اجاره اینجا رو به خدا میخواستیم وقتی که قراردادمون قطعی شد بریزیم به حساب حاجی کرباسیان. حلال و حروم سرمون میشه. فقط یک کمی وقت میخوایم. قبول آقا وکتاش. او است بین آشکار است آشکار. اوه ورایش این تو ماشین تو هم میاد. کی داره حرف میزنه؟ چرت و پرت. چی داغونه؟ آروم ازش پرسی اعصاب اعصاب نه. اوه خب چی؟ چی شو؟ گفت برو بشین تو ماشین تا من بیا. ای بابا گفت برو بشین تا من نشستی؟ گفت میخواد با این مدیر پومدیرا صحبت کنه ببینه چی به چیه. تو کتش نرفته ما با خاک رو قرارداد بستیم. دقیقه وای میستده به چی میگن دیگه؟ کجا وایستن دقیقا؟ وایستم کنارش اینجوری میگم که آقا چی میگی؟ خود تو سرگرم میکردیم این ورور نگاه میکردیم میفهمیدی دیگه. آقا جی که حرفای میزنی ها؟ هلش کن. ما امروز اولی که اومدیم تو این کارخونه بعد جوری گرخیدیم. این الان شما با خودمون گفتیم مشی ما کجا اینجا کجا. صحابه یه همچین عظمتی عمرن تو روخ امام نگاه نکنه چه برسه باید با ما قرارداد ببنده. ولی خب ما بستیم. فکرش هم نمی کردیم ما قرارداد ببندیم ماشنن. میدونستین آلیاژش خودمون ساختیم؟ نه خودمون اختراعش کردیم واسه همین که صحابی همچین عظمتی حاضر شده با ما قرارداد ببنده. کاری که شما نکردید آقا وقتش. البته حق هم داشتی. ما خیلی جوونیم. هر کی ما رو ببینه میگه هیچ پخی نیستن. آقا وقتش دیدی چه بند و بساطی داره چه دم و دستگاهی را انداخته؟
میلیارد جابجا میشه اینجا. یه طوری ازش تعریف میکنی که انگار مال خودته. خدا رو چه ایده آب اکتاش، شاید مال ما هم شد. آب اکتاش این چکیه که من آقا خاک بوی گرفتم خدمت شما. رقمو آب اکتاش بفرم. این که خیلی کمه، اینطوری یک قرن طول میکشه حساب اسماعیل صاف بشه. نکنه میخواستی کل بدهیش قلوم به تحویلت بدی؟ قراردادتون به خاکپور چه شکلیه؟ باید زیر با من همه چی رو معلوم کنیم. آقا ایتاش من که به شما گفتم شرایط چجوریه، همه چی رو مینویسیم میاریم رو کاغذ. الان مهم اینه که ما سفارش بعدی هم گرفتیم با همین دستمزد. بله دیگه، ما طبق قرارداد شرایطمون فعلا اینطوریه. قراردادتون چند ماه است؟ باید ببینمش. پروژه‌ای آجی؟ پروژه‌ای یعنی نه به دار نه به بار. اینطوری که نمیشه آقا جون، ما دیگه کار نگیرین چی میشه؟ شما باقیشو توکل کن به خدا دیگه، ان شاءالله اگه همه چی خوب بره جلو سفارش جدیدم میگیریم. اینا همین الان شرایطمون اینطوریه فعلا. ولی شما اگه یه حرکتی بکنی هزینه تولید میاد پایین، یه چیزی هم کف کاسه همه میمونه، اونم اینه که مواد خامو خودت تامین بکنی. شما الان یه طوری شریک محسوب میشی دیگه، مواد از شما، کار از اینا. راست میگه، ما کلوم درآمدم داره مستقیم میره تو جیب شما. بعد آقا همش داره میره تو جیب شما. بعدم شما عمده فروشی، اینقدر مواد اصلا واسه شما عددی نیست، ولی واسه اینا هست. آقا اگه موادمون تامین باشه هزینه تولیدمون نصف میشه. تازه همه اینا رو بذاریم کنار، این مکان آینده داره آقا، هم من بشنو. آقا وقتاش کار با خاکبور آینده داره. خدا وکیلی شما قبول کن، ببین سر 6 7 ببین چی میشه این کار. بله آقا وقتاش حق با آقا مجیده. آره. دم شما گرم. یکم فکر کن ببین الان میبینم تردیدو دارم تو چشات میبینم آقا وکتاش. خدا وکیلی قبول کن، هم دل این دو تا جوونو شاد کن، هم بذار الان واسه من یه چیزی میخونم دل خودت هم شاد شه. پایه ای؟ دو تا برداشته، یکیش برای رفیق همه. بفرمان آقا ایتاش. رحیم دقت کن همه مواد داشته باشی، نداشتیم زنگ بزنیم آقا تحویلیام. به مهدیشون میگی کسری تو برات بفرسته. چشم. میخوام فردا صبح همش آماده باشی. چشم. ببخشید آقا، هر بگی قول و قراره بنویسی من چیزی بگم؟ آقا مجید اوستای کار ماست، یه مدت هم از زندگیشو کلن تعطیل کرده، اومده پای کار ما وایسته. آقا نمیخواد هاشم، ولکن آقا مجید آقای ما باز گفت ما از جدی درآمدی نداریم. اگه قرار باشه هرچی در میاریم بدیم به شما، زندگی خودمون نمیچرخه اینجوری. شما یه زحمتی بکش، یالی با ما بده، قول و قرار طوری بچین که هم ما بتونیم زندگی خودمون رو بچرخونیم، هم دستمزد آقا مجید تامین شه. چقدر میخوای؟ 10% چکار خاک بود مال خودت. اوه ایتش فرار بیزمت رسید چکم فراموش نشه. یه قرارداد دارم تنظیم میکنم، میدم بخونید، اگه موردی داشت اصلاح میکنید. بالاخره شریک شدی. Thank you.
هوای شهر